اسمي باللوح بالكتاب بالعرش بالحجاب بالفضل يا منشئ السحاب فضلك يا سائق المطار أحمد يا سائق المطار يا رب يا رب السماء وفالق الحب والنوى وممسك الطير في الهوى وخالق النور والظلم عفوك ويسر لنا المطار تحيي لنا الزرع والثمار هذه عبيدك بها الضرر رحمك يا در مكتب قرآن سه‌شنبه شب‌ها ساعت 7. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی هر کس که تو را شناخت و علم مهر تو افراخت و هرچه غیر از تو بود بینداخت. الهی هر کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانگی تو هر دو جهان را چه کند. هر کس که تو را شناخت کار او باریک، و هر کس که تو را نشناخت راه او تاریک. تو را شناختن از تو و از تن است، و به تو پیوستن از خود گذشتن است. هزاران درود و هزاران سلام بر روحانیت پاک آن حضرت صلی الله علیه و سلم که درس عشق و یکتاپرستی را بر تمامی جهانیان به مانند نور خورشید ارزانی داشت. و سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما همراهان همیشه صمیمی برنامه زیبای در مکتب قرآن. امید است در هر جای هستید جو صحتمند باشید و لباس عافیت را به تن داشته باشید. عزیزان دل و همراهان همیشه صمیمی، انسان همیشه دنبال خوشبختیه که خوشبختی به دست بیاره و مو آرامش درونی خیشه تسکین ببخشه. اما خود انسان بارها راه‌ها تجربه کرده که به خوشبختی برسه. شاید رسیده باشه، اما این خوشبختی بسیار یک مدت کوتاهی داشته و بعدن این خوشبختی تبدیل به یک ناآرومی در زندگی او ایجاد شده. اما وقتی که انسان‌ها از خالق مهربان رابطه به خوشبختی سوال بکنن یا بپرسن، خدای متعال برای از اونا توصیه میکنه که و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة دنکا، و کسی که از یاد ما روی گردان میشه ما زندگی بر او تنگ میکنه. انسان ها وقتی که هر چیز بسازن، یعنی هر چیز به وجود بیاورن، دقیقا امو چیزی که امو آرام میکنه یا او تسکین میبخشه یا ای که باعث تقویت میشه، او هم برای از او تجویز میکنن یا توصیه میکنن. اما ذات الهی وقتی که انسان خلق میکنه، میفهمه که انسان در ماورای زندگی خود یک سری چالش ها و یک سری سده را از او قرار میگیره که همو آرامش را از او سلب بکنه. اما خدای خوب مهربان فرموده که الا بذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که فقط قلب‌های شما و دل‌های شما تنها با یاد من شما قلب‌های شما آرام می‌گیره. دیگر در دنبال هیچ چیزی شما آرامش جستجو نکنین. اگر آسایش به دست بیارین هرگز به آرامش نمی‌رسید تا زمانی که شما یادی ما بکنین و در یادی ما شما چکار بکنید، زندگی بکنید. بزرگان می فرمایند که چقدر تاریک دنیا یک گناهکار،
بی نهایت دنیا یک گناهکار تاریکه و چقدر یک مؤمن خوشحاله. کل یوم هو فی شان، هر روز یک شأن جدیدی داره و هر روز یک زندگی جدیدی داره و هر روز بری از اون مثال یک عیده که زندگی از اون تیر میشه. اما زمانی که انسان قرآن از شأن باز میکنه و با آیات قرآنی از شأن نگاه میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. وقتی که انسان چنین صحبتهای از جانب مولای خود میخوانه، در قلب از او یک دیگرگونی ایجاد میشه که اذا تولیت علیهم حتی فزادت هم ایمانا. وقتی که آیات قرآن کسی یا بقیه تلاوت میکنه یا خود انسان تلاوت میکنه، فزادت هم ایمانا، ایمان از او افسود پیدا میکنه، رو به افسایش میره، تا جایی که حسبی الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ندای ابراهیم گونه در تمامی مشکلات سر میده که فقط کافیه بر مکی، فقط الله بر ما کافیه و الله هم بر او بسنده و الله هم در تمامی عمرات زندگی او یاری میکنه، مدد میکنه و نصرت میکنه. پس خیلی خوبه که انسان ها وقتی قرآن از موشن باز بکنن، وقتی با قرآن از موشن زندگی بکنن، یعنی با کل مشکلات، با کل دغدغه های و کل چالش هایی که صدی راه از اینا قرار میگیره، با اونها تمامی خدافیزی میکنن. چون وقتی که انسان میخواهه که با خدا صحبت بکنه، با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان. وقتی مولا خود از این صحبت بکنه، طبیعتا انسان با آرامش میرسه. من امیدوارم که خدای متعال این آرامش در قلبهای شما جاری بگردونه و شما رو همیشه با قرآن آغشته بسازه و فرزندان شما هر کدام حافظان قرآن بشن. چون در روز قیامت بر سر پدر و مادر حافظ قرآن تاج از نور قرار داده میشه که نور از او از نور خورشید هم تابناکتر و نورانیتره. امید است که در روز قیامت بر سر تک تک شما پدر و مادرهای عزیز تاج خدای متعال از نور قرار بده که وقتی از شما پرسان بکنن شما در دنیا چه عملی انجام دادید که امروز در روز آخرت دارای چنین سعادتی بس بزرگی هستید، شما در پاسخ بگویید که اولادای ما حافظ قرآن عظیم شان بودند. در این راستا زیاد توجه داشته باشید و هر کدام را با قرآن آشنا بگردانید. وقتی اولاد با قرآن آشنا شد، کل امورات زندگی میتوانه به خوبی مطابق به قانون قرآن پیش ببره. خب عزیزان دل، شما زیادتر به انتظار نمیگذارم. برنامه زیبای در مکتب قرآن همیشه سعی و تلاش و کوشش ازی بر اینه که فرهنگ والای قرآن و جامعه قرآنی برای کل جهانیان به نمایش بگذاره و از این گلدسته ها گزارشی آماده کردیم و از دارالحفاظ گزارش زیبایی تهیه کردن همکاران عزیزیمان. انشالله حتمی بیننده باشید و تا به آخرین دقایق برنامه زیبایی در مکتب قرآن دنبال کنید. بالاسم باللوح بالكتاب بالعرش بالحجاب بالفضل يا منشئ السحاب ومولد الكون من عدم فضلك يا سائق المطار احمد يا سائق المطار يا رب يا رافع السماء وفالق الحب والنوى وممسك الطير في الهوى وخالق النور والظلم فضلك يا سائق المطار احمد يا سائق المطار عفوك ويسر لنا المطار تحيي لنا الزرع والثمار هذه عبيدك بها الضرر رحمك يا مبتدي النعم فضلك يا سائق المطار احمد يا سائق المطار
الحمد لك يا إلهنا، رحمت خلقك من العناء وسقيت أرضك لفقرنا، أنت الغني واسع الكرم. بالاسم باللوح بالكتاب بالعرش بالحجاب، بالفضل يا منشئ السحاب ومولد الكون من عدم، فضلك يا سايق المطار أحمد يا سايق المطار. بالاسم باللوح بالكتاب منشئ السحاب ومولد الكون من عدم، فضلك يا سايق المطار أحمد يا سايق المطار. يا رب يا رافع السماء وفالق الحب والنوى وممسك الطير في الهوى وخالق النور والظلم، عفوك ويسر لنا المطار، تحيي لنا الزرع والثمار، هذه عبيدك بها الضرر، رحمك يا مبتدي النعم. فضلك يا سايق المطار، فحمد يا سايق المطار. الحمد لك يا إلهنا، رحمت خلقك من العناء وسقيت أرضك لفقرنا، أنت الغني واسع الكرم. فضلك يا سايق المطار، فحمد يا سايق المطار. بالاسم باللوح بالكتاب بالنور بالعرش بالحجاب، بالفضل يا منشئ السحاب لك يا سايق المطار أحمد يا سايق المطار. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض ادب دارم خدمت همه شما بیننده های خوب تلویزیون نگین الغیاث، بالخصوص بیننده های در مکتب قرآن. فیض احمد حقدوس هستم، مدیر مسئول مرکز علوم قرآنی سیدنا انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه. این دارالحفاظ بیش از 9 سال هست که تأسیس شده و در از این 9 سال 3 مرحله دستاربندی کردیم و تعداد شاگردایی که در از این دستاربندی ها شرکت کردند و سند فراغت گرفتند بیش از 60 نفر هستند، هم در بخش خواهران هم در بخش برادران. الحمدلله ما توانستیم به این مدت 9 سال یا بیشتر از آن 9 حلقه تأسیس بکنیم در مکانهای مختلف، در جاهای مختلف، که الحمدلله امروز او حلقات دارای بیش از 100 شاگرد هستند و اساتید 3-4 نفر مشغول و مصروف تدریس قرآن هستند. توصیه‌ای که ما برای قری صاحبا دارم اینه که اولین کاری که میکنن جایگاه خور بشناسن. الله جل جلاله اونار بهترین شخص، بهترین کس در روی زمین قرار داره. بگفته پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که میفرمایند اهل قرآن اهل الله و خاصته، اهل قرآن یاران و دوستان الله جل جلاله در روی زمینن. پس چی خوبه که همه ما کسانی که در کنار قرآن قرار داریم، قرآن را تلاوت میکنیم در خانه الله، کلام الله جایگاه خوربش ناسیم، تا اینکه الله جل جلاله ما بهترین دوست خود قرار بده. زمانی که الله جل جلاله انسان را دوست داشته باشه و بهترین دوست خود قرار بده، یقینا در روز قیامت او شخص را داخل جنت خود قرار میده. و توصیه که برای شاگردان دارم، کسانی که در مراکز قرآنی درس میخوانن، پیش استادها نشستین به خاطر یاد گرفتن قرآن، اینه که آنها مقصد و نیت خود پاک بکنن، به خاطر قرآن بیاین قرآن بخونن، به خاطر خدا بیاین قرآن بخونن. الله جل جلاله کسانی دوست داره که تنها به خاطر از او قرآن بخونن، به خاطر استاد، به خاطر پدر و مادر، به خاطر مردم جامعه و به خاطر مقام قرآن نخونن، فقط به خاطر از این قرآن بخونن که قرآن کلام الله است
و همه ما مسلمان هستیم، همه ما ایمان به الله جل جلاله داریم، باید قرآن را تلاوت بکنیم و قرآن را یاد بگیریم. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و قدربی شکران. شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مركز علوم قرآنية سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه تقديم ميكونا. مرحبا در جهان گفت دار قرآن، مرحبا در مدارس روز و شب زار قرآن، مرحبا در مدارس روز و شب زار قرآن، مرحبا در گلستان جمالش مرغکان دارن فغان، مرحبا این گلشن و گل زار قرآن، مرحبا مرحبا این گلشن و گل زار قرآن، مرحبا مرحبا اندر جهان رو زار قرآن، مرحبا در مدارس روز و شب زار قرآن، مرحبا در مدارس روز و شب زار قرآن، مرحبا در گلستان جمالش مرغکان دارن فغان، مرحبا این گلشن و گل زار قرآن، مرحبا مرحبا این گلشن و گل زار قرآن، مرحبا دشت و صحرا را منور کرد با نور یقین، مرحبا با رونق انوار قرآن، مرحبا مرحبا با رونق انوار قرآن، مرحبا مرحبا اندر جهان گفت دار قرآن، مرحبا در مدارس روز و شب زار قرآن، مرحبا در مدارس روز و شب زار قرآن، مرحبا.
هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب نور يا ربي دربي شكرا واستر يا ربي عيبي شكرا واغفر يا ربي ذنبي شكرا دوما يا رب ناسا یک شرکت فضانوردی است که 60 سال مکمل از کهکشان‌ها و از منظومه شمسی و از کهکشان راه شیری تحقیقات میکنه و جستجو میکنه. در این اواخر در سایت خندخته بود که جهان به وسیله یک انفجار بسیار بزرگی به نام بیگ بانگ از هم جدا شده و متلاشی شده و بعد از 60 سال تحقیق خلاصه به این نتیجه رسیده. اما فراموش کرده که قرآن عظیمشان در سوره انبیاء جزء ابدا می فرماید که اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. آیا کافرا بر این نمی نگرند که ما زمین را از آسمان به وسیله یک انفجار بسیار بزرگی از هم جدا ساختیم؟ و همچنین در سایت خود گذاشته بود که هر روز سیاره از منظومه نظام شمسی اینا از یکدیگر دور میشن و این باعث میشه که جهان رو به گسترش و رو به افزایش باشه، یعنی جهان هر روز پهناورتر و رو به افزایش میافه. اما خدای رحمان میفرماید که والسماء بنیناها بأیدی و انا لموسعون، ما آسمان ها با دستان پرقدرت و بلاکیف خود خلق نمودیم و هر روز بر گسترش آن می افزاییم. واقعا قرآن پاسخی برای کل سوالات کفر و اسلام است و باید انسان ها حد اکثر و حد بهره از قرآن عظیم‌الشان ببرند، چون بسیاری چراچراها و بسیاری سوالاتی که در ذهن انسان پدیدار میگرده فقط چون تفکر تعمقی که حق مسلم هر انسانه انسان از خود سلب نمیکنه، اما قرآن هیچ پاسخی را فرو نگذاشته و به کل سوالات پاسخ میده. قرآن زیادتر از روی ثواب تلاوت نکنید، از روی ازی تلاوت بکنید که قرآن سرمشق زندگی خود قرار بدید، قانون زندگی قرار بدید، تا اینکه باشد ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرین. این قرآن بسیاری از ملت ها بالا میبره و بسیاری نا پایین میآوره. از جمله کسایی باشیم که این قرآن ما بالا ببره، تنها نباشه که قرآن پوش کرده بوس کرده و تطاق بگذاریم. از قرآن بهره بگیرید، درس بگیرید، عبرت بگیرید. داستانهایی که در قرآن ذکر شده اینا همگی به خاطر درسه، به خاطر عبرته که انسان از اونا عبرت بگیره و در آینده سعی و تلاش و کوشش بکنه که بندگی زیادتری بکنه. خب عزیزان دل، در قسمت پایانی برنامه زیبای در مکتب قرآن قرار گرفتیم. امید است که لذت برده باشید از داشته های این هفته. عزیزان دل، نکته‌ای که قابل یادآوری است، فردا شب یعنی چهارشنبه شب در مسجد جامع خالد ابن ولید واقع بادمرغان محفل زیبایی به نام انس با قرآن برگزار میشه. عزیزان دل، شماره تلفن یا هم زیرنویس برنامه میشه که برای معلومات بیشتر شما تماس بگیرید، در این محفل هفتوار شرکت بکنید، چون شرکت کردن در همچون محافل باعث افزایش ایمان و تجدید ایمان میشه. امید است که شما را هم در اونجا ملاقات بکنین و چون دیدار شما جوانا عزیزان دل باعث قوت قلب برای ماها میشه. امید است که از داشته های هفته لذت برده باشید و همچنین در قسمت قنامندی برنامه زیبای در مکتب قرآن منتظر پیشنهادات نظریات نیک شما خوبان هستیم. و اگر یک زمان برنامه زیبای در مکتب قرآن را نمیتونیم ببینیم و میشه در یوتیوب برنامه زیبای در مکتب قرآن انشاءالله بیننده باشید. تا برنامه بعد و دیداری بعد، همه شما به الله متعال می سپارم. وقتتان خوش. الله حافظ و نگهدارتان باد. الله 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 الله.
اسمي باللوح بالكتاب يا بالعرش بالحجاب بالفضل يا منشئ السحاب وحيد الكون من عدم فضلك يا سائق المطار أحمد يا سائق المطار يا رب يا رافع السماء وفالق الحب والنوى وممسك الطير في الهوى وخالق النور والظلم فضلك يا سائق المطار أحمد يا سائق المطار عفوك ويسر لنا المطار تحيي لنا الزرع والثمار هذه عبيدك بها الضرر رحمك يا در مكتب قرآن سه‌شنبه شب‌ها ساعت 7